قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور غنی و عبدالله بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا دیدار کند. پیش از این رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه با شماری از اعضای کنگره آمریکا دیدار کردند. یکی از رهبران ارشد جمهوری خواه پس از دیدار با رئیس جمهور غنی از سقوط کابل پس از خروج نیروهای خارجی ابراز نگرانی کرده و از جو بایدن خواست روند خروج نیروهای آمریکایی را به تأخیر بیاندازد. همزمان مقام‌های آمریکایی گفتند احتمالاً صدها تن از نیروهای این کشور پس از 11 سپتامبر در افغانستان باقی خواهند ماند. از کابل تا واشنگتن، تقلای رئیس جمهوری برای جلب همکاری‌های کاخ سفید. قرار است جو بایدن بعد از ظهر روز جمعه به وقت آمریکا با اشرف غنی و عبدالله دیدار کند. هیئت حکومت به ریاست رئیس جمهور غنی اما پیش از این با شماری از اعضای کنگره آمریکا دیدار کردند. محور این دیدارها جنگ و صلح در افغانستان و فصل تازه در روابط کابل واشنگتن گفته شده. پس از این دیدار سناتور مک‌کانل در بیانیه از پیشروی های طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. نگرانی از سقوط کابل پس از اتمام خروج نیروهای آمریکایی به دست طالبان. او از رئیس جمهور آمریکا خواست روند خروج نیروهای آمریکایی را به تأخیر بیاندازد. تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که شرکای افغان ما را در مقابله با تهدیدات تنها رها می کند، آن گونه که مشاوران ارشد بایدن هم تصدیق کرده اند، ناگوار و مایه بدحالی فزاینده است. در بیش از یک ماه گذشته طالبان به گونه بی پیشینه پیشروی کردند. این گروه ادعا کرده دست کم مرکز 70 ولسوالی را از کنترل حکومت خارج کرده. اینجا اما مشاور شورای امنیت ملی میگوید این پیشروی نه نشانه قدرت گرفتن طالبان بلکه خلای امنیتی است که با خروج نیروهای خارجی شکل گرفته. حمدالله محیب ما گفت طالبان متحد به صلح نیست و به دنبال پیروزی از راه نظامی اند. پیروزی که به گفته او مردم و حکومت افغانستان اجازه آن را به طالبان نخواهند داد. اینا از اما فرصتهایی که در حالت خروجی نیروهای خارجی بودند از او استفاده کردند و کوشش ازی را کردند که یک اعتبار را ایجاد کنه که خدا نخواسته افغانستان به طرف سقوط خواهد برد. ولی مردم افغانستان اجازه ای را نخواهد داد. حکومت افغانستان توانایی ازی را دارند که اینا را مهار برد. از سوی هم شورای امنیت سازمان ملل متحد مذاکره کنندگان طالبان را برای 3 ماه دیگر از تحریم ها معاف کرده برای پیشرفت ها در مذاکرات نیمبند دوحه. یونما هم این معافیت را استثنای موقت برای صلح خوانده و ابراز امیدواری کرده که منجر به پیشرفت چشمگیر در مذاکرات صلح شود. میتونه شروع باشه برای آغاز مذاکرات صلح و مجبور بکنن که طرف ها برن و بشینن و مشکل افغانستان از راه مذاکره حل بکنن. نگرانی ها از خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی و جان گرفتن دوباره شبکه القاعده در حالی از سوی سناتوران آمریکایی مطرح می شود که قرار است تا 2 هفته دیگر روند خروج نیروهای آمریکایی تکمیل شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد 650 سرباز آمریکایی اما در افغانستان باقی خواهد ماند برای تأمین امنیت مکانهای دیپلماتیک. صدها نیروی دیگر هم حداقل تا مستقر شدن نیروهای ترکی برای کنترل میدان هوایی کابل افغانستان را ترک نخواهند کرد. برای بررسی بیشتر این خبر لحظاتی پیش با طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی گفتگوی داشتم و از او پرسیدم سفر رئیس جمهوری به واشنگتن چه تأثیری روی آینده روابط دو کشور دارد و اینکه آیا جو بایدن با درخواست سناتور مک‌کانل برای تأخیر خروج نیروهای آمریکایی توجهی خواهد کرد؟ این سفر که به شمول چارتر طیاره بزرگ کامیر برای 4 روز مجموعاً مصرف از این سفر به 7.5 تا 8 لک دلار میرسه. زیادتر اشرف غنی و رئیس جمهور میخواست که موقعیت خود پیش امریکایی‌ها مستحکم تر کنه، اما امریکایی‌ها تصمیم خود گرفتن و در نامه بلینکن در حقیقت وقت برش گفتن که تو باید امرای دیگر رهبران یک جا کار کنی و یک رای حل پیدا کنی که یک رای مصالحه را با طالبان پیدا کنی. تو نمیشه که تو در اینجا رئیس جمهور بانی. به هر صورت با خروج امریکایی‌ها تقریبا جواب خدا دادن
و اشرف غنی را تنها گذاشتند. آقای مک‌کانل که رهبر جمهوری خواهاست در حقیقت فعلا در کانگرس آمریکا حزب اقلیت است و جو بایدن به خاطر حرف از او تصمیم خود تغییر نمیده. خروج آمریکا به سرعت انجام میشه و جرمنا تقریبا خارج شدند و در عوض جو بایدن دیروز گفت که تا 100,000 افغان از افغانستان تخلیه میکنن، کسایی که ترجمانشان بودن و یا ایست که همراهشان کار کردن و یا فامیلاشان. تحریم هایی که از سر طالبا برداشته شده بر 3 ماهی بر ازیست که مذاکرات دوام کرده بتانه، چون طالبا زیر تحریم هستن اما به صورت یک مدت تحریم برداشته میشه تا دیپلومات ها همراهشان حرف زده بتانن و یکان سفر کرده بتانن. و تا وقتی که مذاکرات دوام داره این تحریم ها به این صورت برداشته میشه از طرف ملل متحد. گفتگویی بود با طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی.